سلام عزیزم، چطوری؟ یا عزیزم خب میشینیم با صحبت کنم؟ آره؟ نشستی اینجا من صحبت بکنم؟ ما در روزها و شبهای مبارک رمضان باید بیشترین بهره رو ببریم. ما با چه ظرفی از این ماه رمضان نور میبریم؟ ما با چه ظرفی از این ماه مبارک رمضان عنایت خدا میبریم؟ ظرف توجه، اصلش اینه. ما مهمترین ظرف و توشه دانی که در روحمون داریم و معمولا ازش استفاده نمی کنیم ظرف توجهه که معمولا توی شهر قیمت نداره. شما توی شهر پشت ویترین مغازه هرچی بایستید، آقا من خیلی توجه کرده بودم به این ماشینی که پشت ویترین هست، دنیا ارزش نداره. بی خود کردی توجه کردی، میخواست توجه نکنی. ولی در خونه خدا دقیقاً برعکسه. هر کی هرچی برده در ظرف توجه، تمنا و توجه قلبی خودش چیزی برده. خب توجه ابتدا توجه فکریه. وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، فکری آدم توجه میکنه به خدا، ذهنی. بعد کم کم که این توجه عمیق بشه میشه توجه قلبی، آدم با دلش میخواد، اقبال میکنه. رومو کردم به روی خدا. سلام عزیزم، چطوری؟ یا عزیزم بیا، اشکال نداره، بیا بیا بوس بده عمو. خب میشینیم با من صحبت کنم؟ آره؟ نشستی اینجا من صحبت بکنم؟ آره بش بش اینجا من صحبت بشین، تو هم بشین. آها من هم اینجا بشینم با هم صحبت کنم. صحبت کنم بی نداره؟ صحبت کنم. بخونم؟ میگه بخون. خب میخوایی بایی کنم نشستی جد کنم؟ ها؟ بیش بگم خب میخوایی بایی کنم. نه نه ولش کن بذار. نه حواس شما پرت میشه؟ نه توجه نکنی. این شکلات هم از اون گرفت و نیومد. البته ما خوشحالیم از این که در محضره همچی پارچه نورانی هستیم. خلوصش منو کشته. حالا این کودک نازنین هم منو یاد آی بهادینی انداخت. دامادشون میفرمودن اومدم خونه دیدم بچه ها شلوغ میکنن، بعد ایشون همجور نشسته عمیق تو فکره. گفتم بچه ها ساکت. بچه ها رو ساکت کردم. دفعه آقای بهادینی به من توجه پیدا کردن، برگشتم به من بچه ها رو چی کار داری؟ گفت میگم آقا سرسیدا نکنن شما اذیت نشی. گفت من اینا کاری ندارم. متوجه شدم که آقای بهادینی اصلا بچه ها حواس او رو پرت نمی کنن. این ظرف توجه خیلی ظرف گران قدریه. توجه یعنی روی من، روی روح من، روی قلب من به روی توست خدا. الان به تو متوجهم. وجه تو وجهی للذی فطر السماوات والارض. من توجه به چه کسی؟ به کسی که
آسمان آب و زمین رو خلق کرده، خدا هیچی از بندش نمیخواد، میگه فقط شما به من نگاه کن. اصلا خدا همه چی میده، همه چی به بندش میده. اصلا خدا بخیل نیست، خدا اصلا ما رو ساخته برای همین که بهمون عنایت بکنه، چیزی نمیخواد. خدا با بی‌توجه ها بده، میگه چرا حواست اینجا نیست. آدم توجه پیدا کرد دیگه کارش تمومه. روح خودتو راحت نگذار، هر جا خواست توجه پیدا کنه سرگرم بشه، صبر کن من باید برنامه داشته باشم برای خودم. بعد برای تقویت توجه خودت باید به درد و رنج توجه کنی عزیز من، و هیچی مثل غم توجه آدمو جلب نمی‌کنه. غمای معنوی خوشگل پیدا کن، بهش توجه کن. دعا همین کارو میکنه. اصلا بحث این نیست که ما غمگین بشیم، بحث اینه که ما توجه پیدا کنیم. حالا عشق و غم کمک کرد فبه ها، حالا عشق و غم اگه توجه ما رو پرت کرد از خدا چی؟ مردش رو اون غم رو ببرن. هر کسی یه غمی داشته باشه که توجه او رو بخواد معطوف نکنه به پروردگار بلکه فاصله بده، خب اونم خیلی بده. بحث غم نیست، بحث این توجه است. این توجه رو باید به دست آورد. خدای ما رو از این ماه مبارک رمضان صاحب توجه، صاحب دل بیرون ببر. هر چی تا حالا به غیر خودت توجه کردیم، خصوصا اگه لذت هم برده باشیم، و استغفر و که من کل لذت به غیر لذت ذکرک، خدا هیچی از بندش نمیخواد، میگه فقط شما به من نگاه کن. اصلا خدا همه چی میده، همه چی به بندش میده. اصلا خدا بخیل نیست، چیزی نمیخواد. خدا با بیتوجه ها بده. ما در این روزها و شبهای ماه مبارک رمضان با توجه میبریم، هر چی ببریم. وقت با همین توجه قرآن بخونی چقدر خوبه، با همین توجه نماز بخونی چقدر خوبه، با همین توجه کار بکنی، هم کارتو بکن، ولی خیلی دلت اونجا باشه.